همونطور که میدونید نهایتا این آرای تک تک آمریکایی نیست که نتیجه را مشخص میکنه بلکه این آرا تبدیل میشه به آرای کالج الکترال که در هر ایالتی بسته به جمعیت تعداد مشخص است. جمعیت بیشتر تعداد آرای الکترال بالاتر مجموع 538 آرای الکترال وجود داره و پیروز انتخابات کسیه که دست کم 270 آرای الکترال رو به دست بیاره یعنی نصف به یک روزنامه فاننشال تایمز بر اساس های فعلی پیش بینی کرده هر نامزد در حال حاضر چه تعداد آرای الکترال داره در مقایسه با سه روز پیش که همین گراف رو به شما نشون دادیم موقعیت بایدن مستحکمتر شده فقط این رو باید تاکید کرد این محاسبه فقط بر اساس نظرخواهی هایی که الان تا اینجا انجام شده و لزوما به معنای اینکه واقعیت هفته آینده چه خواهد بود نیست در اون پیش شده که جو بایدن در این مقطع از زمان میتونه 279 آرای کالج الکترال رو کسب کنه و دونالد ترامپ 125 آرای الکترال طبق محاسبه فاینانشال تایمز همین الان جو بایدن میتونه روی هفت آرای الکترال در قسمت آبی پررنگ یا سرمه حساب کنه تقریبا براش قطعیه ایالاتی مثل کالیفرنیا و نیویورک و الینویس 72 آرای کالج الکترال در قسمت آبی کمرنگ تمایل به سمت آقای بایدن دارن مثل پنسیلوانیا و میشیگان در این سمت آقای ترامپ روی 83 رای الکترال میتونه تقریبا حساب کنه نسبتا قطعیه ایالاتی مثل تنسی و آلاباما چهل و دو آرای الکترال در این بخش صورتی تمایل به سمت آقای ترامپ دارن مثل ایندیانا و میزوری در قسمت سفید یا خاکستری 134 آرای الکترال فعلا در حالت شیر یا ختن مثل تگزاس و فلوریدا همطور که گفتم حداقل آرای الکترال لازم برای پیروز در انتخابات 270 تاست اگر فرض کنیم نظرخواهی ها تا اینجا همه کاملا بر اساس واقعیت بودن و به واقعیت هم بپیوندن و همین روند طی بشه بدون هیچ گونه تغییر و این جدول منعکس کننده همه اون نظرخواهی تا این لحظه باشه جو بایدن رئیس جمهوری آینده آمریکاست چون اگر همه آرای خاکستری همه این 134 رو هم که شیریاختن به کل آرای الکترال آقای ترامپ در حال حاضر اضافه کنیم مجموعه میشه 259 یازده تا کمتر از 270 لازم برای پیروزی و دوباره تاکید کنم همه اینها فقط بر اساس محاسب فایننشال تایمز که بر اساس نظرخواهی ها تا امروز انجام شده و پنج روز مونده به انتخابات و در طول این مدت هیچ چیز غیر ممکن نیست